فصل دوازدهم. پس اکنون که گرداگرد ما چنین شاهدان امین بیشماری قرار گرفتن، ما باید از هر قید و بندی و هر گناهی که دست و پای ما را بسته است آزاد شویم و با پشت کار در میدانی که در برابر ما قرار گرفته است بدویم و به عیسی که ایمان ما را به وجود آورده و آن را کامل می‌گرداند چشم بدوزیم، چون او به خاطر شادی که در انتظارش بود متحمل صلیب شد و به رسوایی مردن بر روی صلیب اهمیت نداد و بر دست راست تخت الهی نشسته است. با آنچه او متحمل شد و به ضدیت و مخالفتی که او از طرف گناهکاران دید بیندیشید و مایوس و دلسرد نشوید. هنوز لازم نشده است که شما در تلاش خود بر ضد گناه خون خود را بریزید. آیا این قسمت امید بخش از کتاب خدا را که شما را فرزندان خطاب می کند از یاد برده اید؟ ای فرزند من، تأدیب خداوند را ناچیز نشمار. وقتی او تو را ملامت می کند ناامید نشو. زیرا خداوند هر که را دوست دارد تأدیب می کند و هر که را به فرزندی میپذیرد تنبیه مینماید. شما باید متحمل این سختی ها بشوید، زیرا این نشان میدهد که خدا با شما مانند فرزندان خود رفتار میکند. آیا هرگز فرزندی بوده است که به دست پدر خیش تأدیب نشده باشد؟ پس اگر شما مانند سایر پسران او تأدیب نشوید، معلوم است که حرامزاده هستید و نه پسران حقیقی. نسبت به پدران جسمانی ما که ما را تأدیب نمودند احترام لازم را نشان داده ایم، پس چقدر بیشتر ما باید مطیع پدر روحانی خود باشیم و زنده بمانیم. پدران جسمانی برای زمانی کوتاه بر طبق صلاح دید خیش ما را تأدیب کردند، اما خدا به خاطر خیریت ما چنان می کند تا مثل او پاک شویم. زمانی که تنبیه می شویم نه تنها برای ما خوشایند نیست بلکه دردناک است. اما بعدها کسانی که با چنین تنبیهی تأدیب شده اند از ثمرات آرامش یک زندگی پاک بهره‌مند می شوند. به دستها و پاهای سست و لرزان خود نیرو ببخشید. در راه راست گام بردارید تا نه تنها اعضای بیمار و معیوب شما از مفاصل خود جدا نشوند، بلکه نیروی اولی خود را باز یابند. بکوشید تا با همه مردم با صلح و سازش رفتار کنید و زندگی شما پاک و منزه باشد، زیرا بدون آن هیچ کس خداوند را نخواهد دید. از یکدیگر توجه کنید، مبادا کسی در میان شما از فیض خدا دور شود. مواظب باشید که کسی در میان شما مثل گیاهی تلخ و زهرآگین رشد نکند و موجب ناراحتی بسیاری نگردد و مانند عیسی فاسد الاخلاق و کافر نباشد. او حق نخست‌زادی خود را به یک وعده قضا فروخت و شما می دانید که اگرچه او بعداً می خواست آن برکت را باز به دست آورد، ولی پذیرفته نشد، زیرا راهی برای بازگشت نداشت، اگرچه او با ریختن اشک در پیان بود. شما پیش آتش محسوس و مشتعل کوه سینا نیامده اید و در برابر تاریکی و تیرگی و گردباد و صدای شیپور و صداهایی که شنوندگان آرزو داشتند دیگر آنها را نشنوند قرار نگرفته اید. زیرا آنها نتوانستند فرمان خدا را که می‌فرماید حتی اگر حیوانی به کوه نزدیک شود باید سنگسار گردد بپذیرند. آن منظره چنان ترسناک بود که خود موسی گفت می ترسم و می لرزم. اما شما در مقابل کوه صهیون و شهر خدای زنده یعنی اورشلیم آسمانی ایستاده اید و در برابر فرشتگان بیشمار و مجلس جشن و اجتماع نخست‌زادگانی که اسامی آنان در عالم بالا ثبت شده است و در برابر خدا داور همه و ارواح نیکان قرار گرفته اید و پیش عیسی واسطه پیمان تازه که خون ریخته او حاکی از پیامی بهتر از خون حابیل است آمده اید.
مراقب باشید که از شنیدن صدای او که سخن میگوید روی نگردانید. آنها که از شنیدن سخنان کسی که در روی زمین سخن میگفت سرباز زدن به کیفر خود رسیدن. پس ما اگر از گوش دادن با آن کسی که از آسمان سخن میگوید روی گردانیم، دوچار چه کیفر شدیدتری خواهیم شد؟ در آن زمان صدای او زمین را لرزانید، اما اکنون قول داده است که یک بار دیگر نه تنها زمین بلکه آسمانها را نیز خواهد لرزانید. این کلمات یعنی یک بار دیگر نشان می‌دهد مخلوقاتی که تزلزل پذیرند از بین خواهند رفت و آنچه ثابت است باقی خواهد ماند. خدا را برای آن پادشاهی تزلزل ناپذیری که او به ما می‌دهد سپاس گوییم و او را آنطور که مقبول اوست عبادت نماییم، یعنی با خوف و احترام، زیرا خدای ما در واقع آتشی است که می‌سوزاند.